شامگاهی شبکه ایتن با شهرام شهرامیان. خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تی وی و در شامگاه چهارشنبه 29 نوامبر سال 2013 و همراه همکارم شادی شفیعی. مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانیم. با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز به سمع نظرتان خواهد رسید که می‌پردازد به بازخوانی گزارشی درباره آغاز مذاکرات اتمی ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1. اینک سر فصل مهمترین خبرها. همزمان با آغاز مذاکرات اتمی، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع بسیجیان آمریکا را رأس استکبار جهانی و اسرائیل را سگ هار نجس منطقه نامید. یکی از کمیته های مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب پیشنویس قطعنامه ای ابراز نگرانی خود را در مورد ادامه نقض جدی حقوق بشر در ایران اعلام کرد. تنها ساعتی پس از حمله آیت الله خامنه ای به اسرائیل و حامیان این کشور به ویژه فرانسه، دولت فرانسه گفته های رهبر جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای از بدرفتاری دولت جمهوری اسلامی ایران با افغان‌های انتقاد کرد که از جنگ گریخته به ایران پناه بردند. مشاور باراک اوباما در امور امنیت ملی آمریکا میگوید در صورت توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 کمتر از 10 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده آزاد خواهد شد. در چارچوب دور جدید مذاکرات اتمی ژنو وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. یک عضو شورای شهر تهران از مرگ ماهانه 277 نفر در ارتباط با آلودگی هوا در ایران خبر داد. مجمع ملی پارلمان ونزوئلا لایحه اختیارات ویژه برای نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور را تصویب کرد. اینک مشروع اخبار. همزمان با آغاز مذاکرات اتمی در ژنو، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع بسیجیان آمریکا را رأس استکبار جهانی و اسرائیل را سگ هار نجس منطقه نامید. وی همچنین مذاکره کنندگان ایرانی را موظف به رعایت حدود قرمز حکومت ایران دانست. به گزارش اینا تنها ساعتی تا آغاز مذاکرات اتمی ژنو 3 رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 29 آبان ماه در جمع گروه بزرگی از نیروهای بسیجی ایران بار دیگر به طرف مقابل مذاکره خاطر نشان کرد که ایران ذره‌ای از حقوق اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد. بنابر این گزارش آیت الله خامنه ای در سخنانی شدیدالله دولت آمریکا را رأس استکبار دانست و به مقامات دولت ایران هشدار داد که کسی نگوید که فلان کار در زمان فلان رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. همه اشان یکی هستند و در برابر نظام جمهوری اسلامی یک سیاست دارند.
گفتنی است این سخنان در حالی بیان می شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حال مذاکره با نمایندگان کنگره آمریکا است تا آنها را متقاعد کند که از تشدید تحریم ها علیه ایران تا پایان مذاکرات اتمی خودداری کنند. یادآور می شود رهبر جمهوری اسلامی همچنین به شدت از اسرائیل انتقاد کرد و گفت آیا نظام اسلامی به دنبال جنگ با دیگران است؟ جمله‌ای که از دهان سگ هار نجس منطقه یعنی رژیم صهیونیستی شنیده می شود که ایران تهدیدی برای جهان است. به گفته آقای خامنه‌ای تهدید جهان آنهایی هستند که جز شر چیزی برای دنیا نداشتند، مانند همین رژیم نامشروع. و خبری از تصویب قطعنامه درباره نقض حقوق بشر در ایران. یکی از کمیته‌های مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب پیشنویس قطعنامه ابراز نگرانی خود را در مورد ادامه نقض جدی حقوق بشر در ایران در دولت حسن روحانی اعلام کرد. و این در حالی است که تصویب این قطعنامه در کمیته سومه که 193 کشور عضوان هستند پیامدهای قانونی ندارد، اما فشار بین‌المللی بر حکومت ایران را افزایش داده و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت. به گزارش رویترز، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رأی داد. بنابر این گزارش، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل این قطعنامه را غیر سازنده خواند، اما نماینده کانادا گفت قطعنامه پیشنهادی ضمن استقبال از تحولاتی که در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری رخ داده، ادامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند. نماینده کانادا همچنین آمار بالای اعدام، تداوم حصر رهبران مخالفان و حبس معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی را به عنوان نمونه‌های تداوم نقض حقوق بشر در ایران ذکر کرد. یادآور می‌شود این پیشنویس قطعنامه پس از آن منتشر می‌شود که سازمان گزارشگران بدون مرز این هفته در بیانیه‌ای با یادآوری وعده‌های حسن روحانی در دوره مبارزات انتخاباتی به بیان شرایط پس از انتخابات پرداخته و نوشته است دولت در 100 روز نخست فعالیت خود بیلانی ناامیدکننده از اقدام‌هایش در عرصه اطلاع رسانی ترسیم کرده است. و یک خبر دیگر از ایران، واکنش فرانسه به سخنان آیت الله خامنه ای. تنها ساعتی پس از حمله آیت الله خامنه ای به اسرائیل و حامیان این کشور به ویژه فرانسه، دولت فرانسه در واکنش به گفته های رهبر جمهوری اسلامی نظرات او را غیر قابل قبول خواند. به گفته سخنگوی دولت فرانسه، نظرات رهبر جمهوری اسلامی تنها مذاکرات پیش رو را پیچیده می کند. و این در حالی است که آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در جمع بسیجیان ضمن تکرار حملات تندش به اسرائیل و آمریکا گفت که در جزئیات مذاکرات ژنو دخالت نمی کند. اما این عدم دخالت می تواند هم به معنای بازگذاشتن دست تیم مذاکره کننده ایران در ژنو باشد و هم می تواند محملی باشد برای تندروها که جزئیات مذاکرات و انعطاف‌های احتمالی تیم ایران را بر نمی تابند. بنابراین این تلقی وجود دارد که اگر تندروها با مفاد توافقنامه های احتمالی که عمدتاً بر سر همین جزئیات رقم خواهد خورد موافق نباشند، آیت الله خامنه ای نیز از آن اعلام براءت کند و با آن از در مخالفت درآید. گفتنی است رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود حامیان اروپایی اسرائیل را نیز بی نصیب نگذاشت و افزود حمایت از رژیم مفلوک اسرائیل مایه بی‌آبرویی برای اروپایی‌ها خواهد بود. به گفته آیت الله خامنه‌ای، حمایت از رژیم مفلوک صهیونیستی که اسم حیوان را هم بر روی آنها نمی‌توان گذاشت، مایه بی‌آبرویی برای اروپایی‌ها خواهد بود. البته ملت فرانسه باید خودش راه علاجی برای آن پیدا کند. و خبری از نقض حقوق افغان‌ها در ایران. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای از بدرفتاری دولت جمهوری اسلامی ایران با افغان‌های انتقاد کرد که از جنگ گریخته به ایران پناه بردند.
در این گزارش به بدرفتاری سیستماتیک و اخراج بدون مهلت اشاره شده است و این در حالی است که بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران در سال 2012 حدود 1.4 تا 2 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند و مشغول کار هستند که به عنوان پناهنده در این کشور ثبت نشدند و کل پناهندگان افغان در این کشور نیز به 2.4 میلیون تا 3 میلیون نفر میرسد. به گزارش رویترز، دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه 20 نوامبر با انتشار یک گزارش 124 صفحه‌ای از نقض تعهدات قانونی ایران در مورد حفاظت از افراد آسیب پذیر انتقاد کرده است. در این گزارش به بدرفتاری‌های از جمله خشونت فیزیکی، بازداشت در مکان‌های غیر بهداشتی در شرایط غیر انسانی، پرداخت اجباری پول برای انتقال به کمپ‌ها، کار اجباری و جدایی اجباری از خانواده اشاره شده است. به گفته این سازمان، مهاجرین افغان در ایران با موانع بزرگی برای دریافت کمک‌های بشری و خدمات اجتماعی، بازداشت و توقیف خود سرانه مواجهند و اینکه جمهوری اسلامی از اخراج مهاجرین افغان به عنوان ابزار سیاسی علیه دولت افغانستان استفاده می‌کند. یادآور می‌شود این نخستین باری است که یک نهاد مهم بین‌المللی دولت ایران را متهم به نقض حقوق بشری پناهندگان افغان در این کشور می‌کند. و خبری از نظرات آمریکا درباره لغو تحریم‌های ایران. در آستانه آغاز مذاکرات ژنو 3، مشاور باراک اوباما در امور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد در صورت توافق بین جمهوری اسلامی و گروه 5 علاوه 1 کمتر از 10 میلیارد دلار از پول مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. به گزارش CNN، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی در کاخ سفید، در گفتگو با این شبکه خبری اعلام کرد در صورت حصول توافق اتمی در ژنو، چیزی کمتر از 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج آزاد خواهد شد. بنابر این گزارش، خانم رایس در این مصاحبه این مقدار از دارایی‌های ایران را مبلغی اندک توصیف کرده است و این در حالی است که خبرگزاری رویترز این موضع‌گیری را تلاش کاخ سفید برای کم جلوه دادن اثر لغو محدود تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دانسته است. گفتنی است آسوشیتد پرس نیز پیشتر گزارش داده بود که پس از جلسه‌ای در روز سه‌شنبه با باراک اوباما، 6 تن از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به جان کری، وزیر دفاع این کشور، وزیر خارجه این کشور، در مورد پیشنهادی که قرار است در مذاکرات به ایران داده شود ابراز تردید کرد و از دولت اوباما خواستند تا با توافقی که بیش از اندازه در مقابل ایران سخاوتمندانه باشد یا به اندازه کافی بر برنامه اتمی ایران سخت نگیرد موافقت نکند. یادآور می شود ایران و گروه 5 و علاوه 1 روز چهارشنبه 20 نوامبر مذاکراتی را درباره فعالیت‌های اتمی تهران در ژنو سوئیس برگزار می کنند و دو طرف در این مذاکرات متن توافقی را بررسی می کنند که بر اساس آن آمریکا بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های جهان را آزاد می کند. و خبری از دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون. در چارچوب دور جدید مذاکرات ژنو، وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر گفتگو کردند و این در حالی است که به گفته محمد جواد ظریف فعلا متن جدیدی برای مذاکرات ارائه نشده و فعلا راجع به روندها صحبت می‌کنیم نه موضوعات. به گزارش خبرگزاری آلمان، عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه نیز در این باره گفت در مذاکرات چهارشنبه شب راجع به روند مذاکره گفتگو می شود و اگر نتیجه خوبی حاصل شود احتمالاً از فردا مذاکره درباره متن شروع می شود. بنابر این گزارش، ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، نسبت به حصول توافق در مذاکرات ژنو ابراز امیدواری کرده است. آقای هگ طی اظهاراتی در جریان یک کنفرانس خبری با همتای ترک خود در آنکارا گفت مذاکرات جاری فرصتی تاریخی است و امکان توافق با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش وجود دارد. گفتنی است همزمان با مذاکرات اتمی ژنو، وزیر خارجه آلمان هم از ایران خواست که پایبندی خود به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نشان دهد. به گفته گیدو وستول، انتظار ما این است که ایران به گونه‌ای متقاعد کننده نشان دهد که هیچ تلاش و فعالیتی برای استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای ندارد، چرا که یک ایران اتمی قابل تحمل نخواهد بود.
وسروله در ادامه اظهاراتش گفت دور قبلی مذاکرات ژنو نشان داد که یک راه حل دیپلماتیک برای حل بحران ممکن است. او احتمال داد که طرفین موفق شوند در این مذاکرات به پیشرفت‌های مهمی دست یابند. و خبری درباره تلفات آلودگی هوا در ایران. در حالی که هوای تهران دوباره در شرایط ناسالم قرار دارد، یک عضو شورای شهر تهران از مرگ ماهانه 277 نفر در ارتباط با آلودگی هوا در ایران خبر داده و گفته است 70-80% آلودگی هوا ناشی از خودروهای سواری و موتورسیکلت است. و این در حالی است که روز چهارشنبه 29 آبان معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران کیفیت هوا را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد. به گزارش مهر، رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران میگوید در ایران ماهانه 277 مرگ منتسب به آلودگی هوا گزارش می شود و این در شرایطی است که به گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه 80,000 ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند که این رقم 21% میزان مرگ و میر سالانه در ایران است. بنابراین گزارش این عضو شورای اسلامی شهر در ادامه افزود نیروگاه‌های کرج و نیروگاه جنوب شرق تهران که سوخت آنها از مازرات است از دیگر عوامل ایجاد کننده آلودگی هوا در تهران هستند. رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی در شهر تهران همچنین به گزارش سال 2006 بانک جهانی اشاره کرده که در آن آمده ایران بابت خسارات ناشی از آلودگی هوا مبلغ 8 میلیارد دلار هزینه پرداخت کرده است. گفتنی است عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز روز چهارشنبه 29 آبان گفته است وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران و شهرهای بزرگ بسیار خطرناک و غیر قابل قبول است و در نتیجه به همین زودی ها نباید انتظار کاهش آلودگی را داشته باشیم. و خبری از اختیارات ویژه برای رئیس جمهوری ونزوئلا. مجمع ملی پارلمان ونزوئلا لایحه اختیارات ویژه برای نیکولاس مادورو رئیس جمهوری را تصویب کرده است و این در حالی است که بر اساس این اختیارات آقای مادورو قادر خواهد بود بدون مشورت با پارلمان به مدت 12 ماه امور کشور را اداره کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای مادورو پس از امضای این مصوبه در مجلس کشور و تبدیل آن به قانون در سخنانی گفته است که با استفاده از اختیارات ویژه تلاش خواهد کرد تا قیمت‌ها را پایین نگه دارد و با فساد به شدت و به طور ریشه‌ای مبارزه کند. به گفته رئیس جمهوری ونزوئلا، این اختیارات ویژه را با هدف مدیریت بحران اقتصادی در کشور دریافت کرده است. اما منتقدین بر این عقیده اند که آقای مادورو ممکن است از این اختیارات برای هدف قرار دادن مخالفان سوء استفاده کند. بنابراین گزارش ونزوئلا که از جمله کشورهای عمده صادرکننده نفت و عضو اوپک است، ماه‌ها است که با کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی و همچنین کمبود برق روبروست. به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌ها نرخ تورم در این کشور به حدود 54% رسیده است. در این میان آقای مادورو از خرده فروش‌ها خواسته است تا قیمت کالاهای خود را تا 60% کاهش دهند، ولی در مقابل خرده فروش‌ها نیز دولت او را به سوء مدیریت در ادامه اداره کشور متهم می‌کنند و معتقدند که دولت وی با سیاست‌های اقتصادی غلط ونزوئلا را به کشور فقیر و محتاج با اقتصادی بیمار تبدیل کرده است. Thank you.
بینندگان عزیز، اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنیم که می‌پردازد به بازخوانی گزارشی درباره آغاز مذاکرات اتمی ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1. مذاکرات هسته‌ای در ژنو یک بار دیگر آغاز شده است. به گزارش رویترز، اولین جلسه در سطح کارشناسان بود که البته جلسه بسیار کوتاهی بود. در این میان گرچه وزرای خارجه حضور ندارند، اما گفته می‌شود شرایط امنیتی نسبت به دور قبل بیشتر شده و خبرنگاران میگویند این میتواند نشانه ای باشد از احتمال برگشتن وزرای خارجه به محل مذاکرات برای توافقی احتمالی. اما این توافق احتمالی با چه موانعی روبرو است؟ ظاهرا هنوز آنچه که در دور قبل را بی نتیجه گذاشت حل نشده و فرانسه شروطی دارد که روی میز مانده، و این در حالی است که در همین حال در تهران رهبر ایران در جمع بسیجیان با ادبیاتی که کمتر از او شنیده شده بود اسرائیل را سگ نجس هار منطقه خواند و گفت برخلاف گفته رهبران تل‌آویو ایران در پی جنگ نیست. توجه شما را به دیدن گزارشی در این باره جلب. بینندگان عزیز، پوزش ما را بپذیرید، به دلیل نقص فنی قادر به ارائه این گزارش به حضورتان نیست. با خاتمه یافتن برنامه شامگاهی اخبار و تفسیر خبر، ضمن سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بوده اید، از طرف خود و همه همکارانم در واحد خبر شبکه جهانی تن تیوی، تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپارم. روز شب بر همه شما عزیزان خوش. شامگاهی شبکه تن باشد.